Halo, halo. Thank you.
مطالبات ما: یک، تعیین مدیریت شرکت هفت‌تپه و سپردن اون به طرح توسعه نیشکر هفت‌تپه است، چون تخصص دارن، تجربه دارن و مدیون هفت‌تپه هستن. هفت‌تپه روزی این هفته برای این هفت‌تر الگو بود و خرج اینها رو میداد. الان وظیفه مدیر عامل هفت‌تر هست، رئیس جمهور هست، استاندار ویژه هست که نمیدونم ویژه بودنش به چیه. بیان هفت‌تپه رو درست کنن. کارگر دلسوز هست، کارگری که دلسوز از 120 کیلومتری اومده اینجا میتواند هفت‌تپه رو خوشبخت کند. فقط یکی بیاد اونجا که دزد نباشه، یکی بیاد اونجا که عرض نگیره از دولت به نام کارگر هفت‌تپه. مطالبات ما: تعیین مدیریت، برگشت به کار اخراجی های مطالبه گر که اسد بیگ مقتدرانه اخراجشون کرد، اسماعیل بخشی، محمد خلیفت، اخذری و اخذری ها و بخشی ها باید برگردن به خانه خودشون. هفت‌تپه خدمتگزار بودن و میخواهند به خدمت خودشون ادامه بدن. فقط خیانتکارها توی هفت‌تپه جایگاه ندارن. قلم پای خیانتکار رو ما میشکنیم، ثابت کردیم. سه، پرداخت مطالبات سنفی و عرفی که اسد بیگ قطعشون کرد، ندادشون و 50 سال پرداخت میشدن. چهار، پرداخت سه حقوق معوقه به کارگران. پنج، قراردادهای بچه های فصلی، فنی کارخونه، فنی تجهیزات باید طبق ظرفیت شرکت درست بشه و سر سامون داده بشه، امنیت شغلی ایجاد بشه براش. شیش، آقایون همه دستا بالا این شعار میدن. شیش، حمایت خانم فرزانه زیلابی، کارگر که کارگر رو حمایت کرد، ما حمایتش میکنیم. زیلابی، زیلابی، حمایت میکنیم. زیلابی، زیلابی، حمایت میکنیم. این شعار رو همه، من صحبت دارم، این شعار رو همه مشتاق گره کرده اینطوری: مرد بر ستمگر، درود بر کارگر. مرد بر ستمگر، درود بر کارگر. شنیدم از کارگرا گفتم پلیس راهنمایی رانندگی، نگاه، ما خونمونو مکیدن دزدها توی هفت‌تپه، اسد بیگی ها و دادستان ها که با اسد بیگی بودن و فرماندار ها که با اسد بیگی بودن خونمونو مکیدن زالوها، اما دیگه جایز نیست، شایسته نیست ارگانی که خودش رو مردمی میدونه و پولش از جیب بیت المال کارگر و مالیاتی که دریافت میکنه، صلاح نیست که کارگر هفت‌تپه با شکم گرسنه، جیب خالی، مسافت 120 کیلومتری رو طی کرده بیاد اینجا جریمه کنه. ما قانون گریز نیستیم، ما قانون گریز نیستیم، اما این حرکت ویژه کارگران هفت‌تپه که اینجا اومدن میخوان بفهمونن به استاندار ویژه‌ای که
نمیدونم ویژهش به خاطر میخواد سرکوب ها رو مدیریت کنه، میخواد اعتراض ها رو سرکوب کنه، میخواد صدای حق طلبی رو ساکت کنه و خفه کنه، یا میخواهد حق مردم رو که هفته پیش که نزدیک 15 روز اعتصاب اعتراض حتی حاضر نشد بیاد تو جمع کارگرای هفته پیش، دولتی که خودش رو مردمی اعلام کرد و از دروغ، شعارهای دروغ، از نام هفته پیش استفاده کرد و رای